مکعب روبیک پرفروش‌ترین اسباب بازی تاریخ و همچنین یکی از تحسین برانگیزترین بازی‌های فکری تو این نزدیک 50 سالی که اختراع شده. سلام، محمد کریمی هم توی این پادکست قراره که به تاریخچه کامل مکعب روبیک و تاریخ‌های اصلی که توی این تقریبا نیم قرنی که اختراع شده بپردازیم و دونه دونه تمام اتفاقات و حوادث از لحظه اختراع تا همین الان رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس اگر دوست دارین که با تاریخچه مکعب روبیک همراه باشین تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین. نسخه اولیه زیادی از روبیک درست شده بود، اما روبیکی که ما امروز داریم میبینیم نسخه اولیهش برای اولین بار تو سال 1974 توسط پروفسور مجارستانی ارنا روبیک درست شد. اون این مکعب رو در ابعاد بزرگ با چوب درست کرد و حملش هم یه خورده سخت بود. وقتی اون رو به هم ریخت برای اولین بار هلوش 40 روز طول کشید تا بتونه اولین راه حل رو برای حل مکعب روبیک خودش ابداع بکنه. تو سال 1975 ارنا روبیک حق ثبت اختراع مکعب جادویی خودش رو از مجارستان دریافت کرد. این مکعب تا 5 سال بعد به همین اسم شناخته میشد، تا اینکه 5 سال بعد به خاطر اسم سازندش توی دنیا اسمش از مکعب جادویی به مکعب جادویی روبیک تغییر پیدا کرد. تو سال 1977 بود که برای اولین بار مکعب روبیک تو مغازه‌های بوداپست مجارستان عرضه شد. نسخه های اولیه برای فروش توی بازار منتشر شد، اما این نکته که ازش اون روبیک ها درسته که ظاهرشون خیلی شبیه روبیک های امروزی بود، اما فرقشون این بود که بسیار روبیک های سفتی بودن، اما خب به شکل مکعب در اومده بودن و دیگه این نسخه اولیه با چوب نبودن، با نسخه پلاستیکی عرضه شدن و همینطور یه بیسی از روبیک های امروزی داشتن، اما خب خیلی هم سفت بودن. حدود 4 سال طول کشید تا مکعب روبیک عرضه جهانی شد. تو سال 1979 برای اولین بار مکعب روبیک یا همون مکعب جادویی عرضه جهانی شد و توی اکثر کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی یک سری کشورهای آسیایی منتشر شد و برای اولین بار کشورهای دیگه‌ای هم به جز خود مجارستان با مکعب روبیک و این چالش هیجان انگیز آشنا شدند. اما تولد روبیک امروزی که دست ما هستش به جرئت میتونیم بگیم سال 1980 بود. مکعب روبیک توی اون سال برای اولین بار در نمایشگاه اسباب بازی در سراسر جهان عرضه شد. یه خورده بسته‌بندیش تغییر پیدا کرد به دلیل اینکه شرایط عرضه بین‌المللی خیلی متفاوت بود. توی همون سال 1980 دیوید سینگ اولین متد لایه به لایه رو برای مکعب روبیک اختراع کرد. روشی که همین الان توی سال 2021 خیلی‌ها برای یادگیری مکعب روبیک استفاده می‌کنن. برای اولین بار تو سال 1980 عرضه شدش و روبیک بازهای جهان طی چندین سال نخست فقط با این روش مکعبشون رو حل می‌کردن. در سال‌های 1980 و 1981 مکعب روبیک جایزه بهترین اسباب بازی سال انگلستان رو دریافت کرد و فقط در 3 سال 100 میلیون دونه از این مکعب‌ها توی سراسر دنیا فروخته شد. مکعب امروزی روبیک سالانه بین 300 الی 400 میلیون عدد در سراسر دنیا ازش فروخته میشه و اون رو به پرفروش‌ترین اسباب بازی تمام دوران‌ها تبدیل کرده. اولین کتاب با موضوع مکعب روبیک هم در سال 1981 توسط پاتریک بوسرتز نوشته شد که عنوان اون کتاب شما میتوانید مکعب رو انجام دهید بود، که توی اون کتاب آموزش کامل حل مکعب روبیک تدریس شده بودش و توی همون یک سال هولوش 1.5 میلیون نسخه اون کتاب فروش داشت و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها تو سال 1981 بود. اولین دوره مسابقات جهانی روبیک در سال 1982 در پایتخت مجارستان برگزار شد. 20 شرکت کننده که بهترین های کشور خودشون بودن انتخاب شدن و سر قهرمانی جهان رقابت کردن. برنده اون مسابقه مینتا یک نوجوان آمریکایی اصالتا تایوانی تبار بودش که توی 22 ثانیه و 95 صدم ثانیه مکعب روبیکش رو حل کرد. اون بعداً یک کتابی رو منتشر کرد با عنوان راه حل برنده که توی اون کتاب متد اورتگا کورنر فرست رو تدریس کرد، که حتی امروزه هم خیلی ها از این روش برای حل ساده مکعب روبیکشون استفاده میکنن. پس اولین قهرمان دنیا رو میتونیم مینتای آمریکایی بدونیم. با پیشرفت تکنولوژی توی دو دهه بعد روبیک یه خورده از علاقه‌منداش کم شد، با اینکه هنوز به عنوان یکی از پرفروش‌ترین محصولات بود، اما یه خورد از صدر اخبار محو شدش و دیگه زیاد کسی بهش توجهی نمی کرد.
اما تو سال 1995 یک مکعب به عنوان مکعب روبیک شاهکار توسط دیامون کاتر ساخته شد. این مکعب گرون قیمت ترین مکعب تاریخ هستش که در اون سال 1.5 میلیون دلار قیمت گذاری شدش و دوباره روبیک رو صدر اخبار برگردوند. تو سال 1997 جسیکا فردریش روش حل مکعب روبیک خودش رو به صورت آنلاین توی سایت ها منتشر کرد. روش فردریش امروزی یا همون CFOP یا همون روش سرعتی که خیلی باب هستش و آموزش داده میشه که با 121 الگوریتم هستش، به عنوان سریع ترین روش مکعب روبیک توی دنیا عرضه شد. خود جسیکا فکر میکرد که این روش تا 13 ثانیه رو جواب میده و زیر 13 ثانیه رو نمیتونه ساپورت کنه، اما امروز میبینیم که حتی رکوردهای زیر 5 ثانیه هم با این روش زده شده و این روش شور و شوق دوباره‌ای به دنیای مکعب روبیک تزریق کرد. اما در سال 2003 تایسون ماورون و بروشم سازمان جهانی مکعب روبیک رو تأسیس کردن، سازمانی که امروز با نام WCA هم شناخته میشه. این سازمان به رشد کیوبینگ و روبیک خیلی توی دنیا کمک کرد. همونطور که میدونین این سازمان امروز مجری برگزاری مسابقات رسمی تو سراسر دنیا هستش و رکوردهایی که توی این سازمان ثبت میشه به عنوان رکوردهای کشوری، قاره‌ای و جهانی محسوب میشه، نه رکوردهایی که توی کتاب گینس ثبت میشه. همچنین توی این سال دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان در مکعب روبیک هم برگزار شد که با زمان 20 ثانیه نفر اول تونست قهرمان بشه، تقریبا 2.5 ثانیه از نفری که تو سال 1984 اول شده بود تونست بهتر بزنه. مکعب روبیک تو سال 2005 تولد 25 سالگی خودش رو جشن گرفت. توی این سال به مناسبت تولد 25 سالگی اختراع مکعب روبیک بسته‌بندی جدید و یک ورژن جدید از روبیک اختراع شد و عرضه جهانی شد. توی همین سال سومین دوره مسابقات جهانی روبیک برگزار شد که با قهرمانی جین پونز با زمان 15 ثانیه و 10 صدم ثانیه بود که توی اون سال به عنوان رکورددار جهان شناخته میشد. در سال 2014 مکعب روبیک 40 ساله شد و 40 سال از اختراع اون میگذشت. سایت گوگل توی اون سال به مناسبت 40مین سالگرد روبیک صفحه اول خودش رو به یکی از نمادهای روبیک تغییر داد و توی همون سال یک نمایشگاهی به عنوان فراتر از مکعب روبیک در مرکز علمی لیبریتی نیوجرسی افتتاح شد که توی همون سال مسابقه رسمی US National 2014 هم توی همون سالن برگزار شد. توی این نمایشگاه هر چیزی که از روز اول روبیک بوده منتشر شدش و گرده هم اومد که برای علاقمندها بتونه یک نمایشگاه و یک حالت موزه تور جذاب باشه. توی این نمایشگاه از اولین روبیک ها هستش تا بهترین روبیک ها، کتاب های روبیک قدیمی، ربات های روبیک و تمام چیزهایی که به دنیای روبیک مربوطه و این نمایشگاه هنوز هم در شهر نیوجرسی پابرجا هستش و علاقمندهای زیادی هر ساله به دیدن این نمایشگاه میرن. هلوش 3 سال و نیم دیگه مکعب روبیک به سن نیم قرن یا همون 50 سال میرسه. الان که تو سال 2021 داریم این پادکست رو براتون ضبط میکنیم، مکعب روبیک به عنوان یکی از جذابترین بازی های فکری و یکی از اعتیادآورترین اونها توی جهان مطرحه و آموزش های زیادی ازش منتشر شده. همچنین روبیک های مختلفی هستش که توی شرکت های مختلفی ارائه میشه و طرفداران خیلی خیلی زیادی دارن. اگه که دنیای مکعب روبیک علاقه دارین و دوست دارین که مکعب روبیک رو به صورت رایگان و خیلی ساده یاد بگیرین، خوشحال میشه که وارد کانال یوتیوب ما بشین و توی یوتیوب آموزش های ما رو دنبال کنین. تمام آموزش ها از همه چیز روبیک توی این کانال منتشر شده و آماده ارائه به شماست. توی اپیزود بعدی به سراغ تاریخچه مکعب روبیک توی ایران خواهیم رفت و اون رو باهاتون بررسی میکنیم. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتیم حتما خوشحال میشم که توی کامنت های همین ویدیو با ما در میون بذارین. ارادتمند، موفق باشین. خدا نگهدار.